وزارت خارجه تاجیکستان در یک هفته اخیر دو مرتبه سفیر روسیه را به وزارت خواند و از بدرفتاری و مناسبت دغلانه مقامات روسیه با مهاجران تاجیک و شهروندان تاجیکستان اعتراض کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه با سرگی لاوروف همتای روسش صحبت تلفنی داشت و به او گفته است که دیپارتاسی عمومی مهاجران تاجیک، راه ندادن آنها به روسیه و بی‌حرمتی به شهروندان کشور شریک استراتژیش کار نادرست است. صحبت در گپ آزاد امروز در همین باره است و مهمانان برنامه عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی و بختیار نصرالله فقودان تاجیک از دوشنبه هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. سوال اصلی این است که سبب اساسی تا به اینجا کشیده شدن مناسبت دو شریک استراتژیک چی بوده میتواند؟ حمله مرگبار تروریستی به کراکوس و یا چیز دیگر؟ خب سلام میرزان عبی، سلام بختیار جان، سلام به همه تماشا بینندگان. پیش از همه باید قید کرد که هر یک عملی تروریستی این یک حادثه مطیش است و هیچ یک انسان نمیتواند که این را محکوم نکند. و من واقعا میخواهم به همه نزدیکان و پیوندان اونهایی که در این حادثه جان خود را باختند اظهار تسلی کنم و برایشان صبر جمیل خواهش کنم. بعدا در راجع به سوال شما که تا کجا این حادثه کراکوس سیتی هال سببگار چنین بدرفتاری ها هست، البته به این نبی شود. البته حادثه کراکوس این یکی از سبب های اساسی هست که در اون شهروندان تاجیک متهم می شوند و گمانبر می شوند و همه این حادثه هایی که رخ داده استاده است، همه این بدرفتاری های، همه این ناهنجاری هایی که نسبتی مهاجران مهنتی تاجیک و عموما شهروندان تاجیک در روسیه رخ داده استاده است، یکی از سبب هایش همین حادثه است. ولی این من گفته نمیتوانم که این سببی اصلی است، چون سببی اصلی البته برای مقامات قدرتی روسیه امروز ضرور است که خود را در نزد چشم، در چشم شهروندان خود، در چشم شهروندان روسیه سفید کنند برای اون نوعده برایی که اونها کردند در پیشگیری همین عملی تروریستی. چون مثل اون که ما میدونیم درباره این عمل، علاقه درباره نقشه طرح‌ریزی شده این حادثه خیلی بر وقت مقامات روس خبردار بودند و اونو میبایست که این حادثه را پیشگیری کنند، ولی چون نتوانستند امروز همون قصد عیسی را از موسی گرفته استادند. و مثل اون که میگویند در ما برای اونو وقتی که گفتند که ها دیگر حادثه تروریستی باید که پیشگیری کرده شود، اونها از روی مقال همون سلا را بیار گفتند، کلا را آورده استادند، عمل کرده استادند و همه اون احساس نفرتی که نسبت تروریست ها داشتند با مردم تاجیک روانه کرده استادند. و این هم یکی از سبب هایش شاید اون باشد که در جامعه روس امروز یک عقیده سازی شد که تاجیکان همه تروریست هستند، تاجیکان همه انسان هایی هستند که قانون را ویران میکنند و به این خاطر باید که از وارد شوی اونها جلوگیری کرده شود. بختیار نصرالله، نظری شما به همین سوالی که ما حال مطرح کردیم چی است؟ همچون حقوقدان شما چی نظر دارید؟ مرحبا. سلام اکی اکو عبدالملک، سلام اکی میرزا نبی. من با چند فکری که حضر اکو عبدالملک گفتم روزی شده میتونم، لیکن نه به همش. پیش از همه این یک خطایی به کمبودی جدی که از طرف مقامات حفظ حقوق برای پیشگیری کردن همین ترکتی که در کراکوس سیتی هال شد، البته این خطایی جدی مقامات حفظ حقوق بود. لیکن
و همین عامل سبب شد که در جامعه روس نسبت مردم تاجیک، البته یک گروه مردم یک بدبینی، اختلاف، دیگر چیزها پیدا کردند. لیکن گمان نمی رود که این از طرف مقامات های حفظ حقوق، خود حکومت روسیه و عموما نهادهای حکومتی یگان سیاست مخصوص روان شده باشد که نسبت تاجیکان چنین عمل کنند. بیشتر وضعیت تا آن درجه نسبت تاجیکان، نسبت مهاجران مهنتی تا آن درجه ای که در وسایل اخبار عامه و شبکه های اینترنتی، شبکه های اجتماعی نشان میدهند، آن نه به این درجه متشنج است. یعنی چنین حالت ها پیشتر هم بودند تا کروکوس سیتی، لیکن حالا بیشتر در شبکه ها انعکاس میوند و سایت اخبار عامه بیشتر هیاهوی میبردارند و البته همین هیاهوی ها مقصد خود دارند و همین آورده میرسانند که بعض نهادهای پایانی شهری، ناحیوی یا که یکان منطقوی راهبرش یا یک کارمندش نسبت احتمالیت میرود که شکست روانی که به سرش میشود در نتیجه احتمالیت میرود چنین حالت ها رو نسبت مهاجران کنند. لیکن این آن درجه که امروز وسایل اخبار عامه نشان میدهد این درجه با و متشنج نیست. ببینید برای مثال، در یک من شخصا هر روز با صدها تاجیکان که در صدها نه یک چند نفر هر روز علاقه دارم، اما وضعیت در داخل روسیه در مسئله مهاجران خیلی آرام است، نه اون به درجه ای که وسایل اخبار عامه پهن میکنن. ببینید برای مثال در یک گذرگاه مرزی قزاقستان و روسیه 180 ماشین مسافربر با صدها شهروندان تاجیکستان در ماندند و با آسانی به روسیه راه نمیافتند. مسافران تاجیک میگفتند که فقط با تاجیکان چنین مناسبت میشد و از این گذرگاه شهروندان ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان به ممانعت میگذشتند. چنین مناسبت تنها به تاجیکان چه معنا دارد؟ شما به این سال چی میگویید؟ همون سرچشمه‌ای که پخش میکنند نادرست است. سرچشمه‌ای که همون وسایل اخبار عامه تکیه میکنند. ببینید ما نوارهای ویدیویی در دست داریم، ولی نوارهای ویدیویی در دست داریم. من شما به یک مثال عادی بیارم از حیات خودم. بعد همین حادثه کروکوس سیتی هال برادری خودم از روسیه دپارتاسیا کردم. وقتی که مملکتی زنگ زد، من رفته به واسطه تلفن سودیاش نگاه بزنم، همون قویدی بردو باشد دقلان رو ویران کرد. یعنی 190 روزه باید که بیرون براد 36 روز در داخل روسیه بود. اکثریتی وقتی که ما میگویم که تاجیکان دپارتاسیا بکند و صادر بکند، باید اساسش ببینیم که کدام اساس که دپارتاسیا و 95% همین دپارتاسیا که هست 100% قانون است. خود مهاجران ما قایده های بردو باشی روسیه را ویران میکنم. ولی در همین میان خبرهایی که با ما رسید، صحبت هایی که ما داشتیم، شرمندانی هم بودن که همه کارهایشون از روی قانون روسیه بود، اما دپارتاسیا شده. مرحبت حجت چه پیشنهاد کنید، من خوشنوست من سنجیده ببرم خبر بتیم. یک مسئله در مسئله همین چی کردن دپارتاسیا کردن تاجیکان، اکثر وقت قایده های بردو باشه همون دولت رعایه نمی کنن. پیشتر تا حادثه های کروکوس سیتی اصابی که البته نهادهای دولتی روسیه خیلی با چی کروپسی آلوده هستن، با هر راه ها آزاد می گشتن. لیکن وقتی که بعد این حادثه دقت مقامات های حفظ حقوق، دقت خود حکومت داران روسیه در این مسئله خیلی جدی شد، این کمبودی هایی که هست البته بروز دیستوده است. تشکر. عبدالملک قادیروف، شما به این حرف های نسلوف چی میگوید؟ نظرتون چی است؟ خب من میتونم قسمان واقعا با بختیار جان راضی شوم در مورد آن که شهروندان تاجیک، مهاجران مهنتی تاجیک در اکثر وقت واقعا هم اونا همون قایده های بودو باشد در روسیه ویران میکنند. در آماده سازی حجت های خودشان واقعا هم سهلنگاری میکنند. با این چیز من راضی هستم، ولی باید قید کرد که همین حالت تا حادثه کراکوس هم بود و شاید که یکی از سبب های اون که مردم تاجیک به همین حالت رو آوردند، یعنی
قویده های بودباش رو ویران میکردن، همون مثل اون که بختیار گفت این فسادکاری مقامات قدرتی مقامات حفظ حقوق روسی است که به قول کاری تاجک کاری همون مهاجران مهنتی ویران کننده های قانون رو سبک میکردن با گرفتن یک پاره و اونا رو سر میدادن و اینها عادت کردن و اونها هم عادت کردن و این یک حادثه معمولی شده بود. ولی چرا بعد از حادثه کراکوس این یک باره مناسبت با قانون ویران کنی ها خیلی و خیلی شدید شد؟ فکر میکنم که در اینجا همون سهلنگاری که در پیشگیری کردن این حادثه تروریستی شد و این مقامات روس، مقامات قدرتی روس که به قول شلاق خوردن از رهبریت کشورشان و کوشش کرده استادن که با کدام راهی که نباشد نشان دهند به مردمشان که اونها کار کرده استادن، اونها نسبت قانون ویران کنی ها بی‌طرف نیستن، اونها همه اون قانون ویران کنی ها رو قانون ویران کننده ها رو جزا داده جزا میکنه. ولی شما به سوال ما جواب ندادید، شما به سوال ما جواب ندادید که چرا با تاجیکان چنین شد. بله چرا نسبت شهروندان دیگر کشور این خود چنین مناسبت نیست، چنین برخورد نیست و تنها نسبت تاجیکان است؟ چون مثل اون که من گفتم در روسیه رسانه های روسی چنین یک عقیده ساختند در فکر مردم که محض تاجیکان تروریست هستند، محض تاجیکان در همین حادثه گناهکار هستند. چون اگر پیشتر وقتی که حادثه های یگان حادثه های ناخوش یا که یگان حادثه های جنجال بین شهروندان میشد، اونها نمی گفتند که تاجیک بود یا که ازبک بود یا که قرقز بود، می گفتند به قبل که لیسو ناسیونال، لیسو کافکاسک ناسیونال هستی، لیسو آزیاتسک ناسیونال هستی، یعنی شهروندان این منطقه. ولی در این حادثه مخصوص در همه جا تاکید میکردند که تاجیک ها هستند، تاجیک ها هستند تروریست. و به همین خاطر مناسبت نسبت این مردم خیلی تیزتون شد و دیگر مردم رو، مردم دیگر کشورها رو اونها این خیلی برخورد نمی کردن. تشکر. ببینید، تاجیکستان و روسیه همدیگر را شریک اساسی استراتژی می دانند. تاجیکستان در دایره چند سازمان منطقی یکی از کشورهای همکار و همپیمان روسیه است و در بیشتری موارد از اقدامات این کشور جانبداری می کند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج نیز در تاجیکستان جایگیر است. ولی از برخورد مقامات روسیه به نظر می رسد که بوی از شریکی استراتژی به مشام نمی رسد. چرا؟ یعنی عامل و علت اصلی همین است؟ یعنی بازم مسئله کراکوس است؟ چی است جناب عبدالملک قادیروف؟ شما پیش از آن باید گفت که در سیاست دوست رفیق نیست، در سیاست تنها منفعت است. و این سخن من نیست، این سخن سیاست مداران از قدیم آمده است. و تا اون لحظه ای که همین مناسبت شریکی استراتژی برای روسیه و تاجیکستان مهم بود، این مناسبت شریکی نگه داشته می شد. ولی امروز در روسیه یک وضعیت به وجود آمده است که حکومت امروزه روسیه می باید که خود را در چشم مردمش سفید کند. می باید که برای نه تنها برای حادثه کراکوس، چون که این جنجال و این واهمه هایی که در اطراف این حادثه رخ داده استاده اند و اون ولوله ای که در اطراف این حادثه بس از رخ دادن این حادثه صورت گرفته است، اینها همه شاید که یک مقصدهای هدفهای دیگر داشته باشد. هدفهای دیگرش شاید که آن باشد که دور کردن فکر مردم از مشکلاتی که امروز همون جنگ روسیه در اوکراین به میان آورده است، دور کردن فکر مردم از اون خساراتی چی جانی و چی اقتصادی که حکومت در روسیه امروز دیده می شود، شاید که این باشد. ولی در مورد اون که چرا شریکی استراتژی بوی نمانده است، این است که وقتی که ضرور می شود مردم
نه تنها شریکشونه، نه تنها دوستشونه، بلکه همون یار رفیقشونه، نزدیکترینشون میفروشن برای منفیت شخصیشون، برای منفیت امروزشون. بختیار نصرالله، امروز بله بختیار نصرالله، نظر شما به این حرفای قادروف چی است؟ شما چی میگوید مرحبا؟ نه با فکری اون قسمان دستگیری میکنم، لیکن یک مسئله مهم است. عموما از طرف حکومتی روسیه در واقع کروکوسیتی موقع خودش رسما به واسطه وزارت کار خارجه خود شخصا پوتین اعلام کرد که این دست کار قدمات جاسوسی اوکراین است، دیگر جای بحث هم نیست. البته مقامات حفظی حقوق روسیه خطا کردن، لیکن آنچه که کردن که همین 4 نفر تروریست رو تا سرحد اوکراین گذاشتن که رود، این مقصد همین بود که اثبات کنند که زکاشکو که هست، اصلا همین تشکیل کننده همین ترک که هست و در داخل روسیه خود مقصدی تشکیل کردن ترک این با وجود آوردن نیزوی بین ملی در داخل روسیه و سوش کردن. ببینید این ادعایی که شما میگویید هنوز ثابت نشده است، تصدیق نشده است. من از شما رو تصدیق کردم، من شخصا خودم همین وسایط اخباری رسمی روسیه هم وسایط اخبار مستقل و اختلاف شه منیتورینگ میکنم، وقتی که تماشا میکنم از لحظه یکم واقعا وقتی که امنوی دستگیر کردن وسایط اخبار رسمی روسیه در یکان جا تاجیکان رو یا تاجیک رو گناهگار نکرده است. فقط وقتی که نام و فامیلی نام و نسبی تروریستان رو گرفت معاین کرده شد که این تاجیکان شهروندهای تاجیک کردن و خود همون شب اگر پیشوای همین پروپاگاندا یعنی ژورنالیستیکی روس رسمی روس ولادیمیر سلاویوف باشد، همون شب شبکه بیگاهی در برنامهش درباره قهرمانی های فرزندای تاجیک در همون عملیات حربی در اوکراین گپ زد. پس چرا گوش اون تاجیک رو بریدن لتوکوب کردن این جوان رو تازه؟ این مسئله هست. البته این مسئله ای که این پرابلم های داخلی مقامات ایمزی اون که در لحظه همون حساس همون چی بگن همون شخصایی که همین عملیات به اشتراک کردن، از این سیاست نیست. هیچ وقت راهبری سیاسی دولت نمیگد که گوشی و یه بور فقط یا برای تاجیک بودن بور. این مسئله هست و وسایط اخبار عامه رسمی روسیه و حکومت روسیه ماکسیمم کوشش کرده استودیان که این پرابلم بین ملی بین مقام مردم بومی و میگرانت ها به وجود نیاید. چی منفعت دارد روسیه که این بینه همین تاجیک بیچاره زیدش رو این دیگه منفعت ندارد که امروز پرابلم اوکراین ایمانده باز یک پرابلم نو این طرف و تشکیل کند. خواه و نخواه اگر همین زیدیت ها نسبت ملت تاجیک شد آهسته آهسته دیگر ملت های آسیای میانه قزاق و ازبک و قرقیز های هم همین چیز به کشیده بشد، مگر استراتژی های روز اینو نمیداند آنها ماکسیمم کوشش کرده. لیکن ولی ببینید این مسئله واقعا یک بحث برانگیز است، هنوز ثابت نشده است. یک بار ثابت شده است، یک بار شما مانیتورینگ کنید که شبکه های اجتماعی که برنامه ها دارن از طرفی همون کلانه پنجم بگوید یا که مستقل بگوید من دوش دو نسلیش بیریم دیگر از یکم روز همونا هیاهوی جور روزن که شهروندهای تاجیکستان یکم وقت مقامات رسمی تا این روز نمیگوید که شهروندهای تاجیکستان همین کاره. ولی ببینید مقامات رسمی شما میگوید مقامات انتظامی روسیه، مگر مقامات رسمی نیست؟ اونها که خیلی بد رفتاری کردن تازه ریدم دارن شخص دستگیر میکنن تروریست است، این یگون وای روپش کرده نمیشه وای توش تاجیکای دیگه بحث هم نیست. خیلی چی این بحث است؟ چی مو طرف تروریست بگیریم میگویم که این فقط به خاطر چی؟ مگر تاجیک تروریست تروریست نمیکنه؟ تاجیک هم میکنه، ازبک هم میکنه، روس هم میکنه، عرب هم میکنه، آمریکایی ها هم میکنه. حالا بیر نظری قادر فپرسیم به این حرفای شما چی نظر دارن؟ گفتنی دارین مرحبا. البته در مورد اون که اون گویم که نفرهایی که این در این حادثه شریک بودند برآمده به سوی اوکراین رفتند و اونچه که مقامات روس امکانیت دادند، شاید که نه تنها امکانیت دادند بلکه همون همسفری هم کردند، این سوال خیلی زیاد است و به هر حال این به منفعت ما است. اگر همین خیل کرده باشه به منفعت ما است و خود کردن اوکراین به این حادثه خیلی یک رفتار ابلهانه مقامات روس است. ولی در مورد اون که میگوید که
رسانه های رسمی روسیه نگفتند که این توجیک هست یا چی. معذرت من نمیتوانم اینجا راضی باشم، چون وقتی که اون گوشی تو بای مرد گوشی بای انسان رو بریدند و به دهنش تیقیدند، یا اینکه بای وقتی که گرفتند و به اون سیم الکتریک پیوست کردند، اینا همون رسانه های روسی، رسانه های رسمی روسی نشان دادند و همون رسانه های رسمی روسی بودند که گفتند که همون خود همون سالویو بود که روز اول گفته بود که اینا تاجیک هستند، و بعد از آن که از بالا شاید که از بالا به او اشاره شد که خب نام ملت رو نگیر، یعنی که تاجیکان رو سیاه نکن، و روز دویم بعد اون مجبور شده بود که از قهرمانی های تاجیکان گوید، یا که از آن رفتار خوبی که تاجیکان میکنن، از خصلت های خوبی تاجیکان گوید. این تنها بعد از آن که از بالا و کمتر گوشمال خورد بعد گفتن، ولی نوبسته به این تا لحظه های آخر رسانه های رسمی روسی همون عقیده سازی میکنند در چشم مردم روسیه که محض تاجیکان همین رفتار در سال یک کمی دیگرتر به سمت دیگر بره. یک تا ایزاه دیم من مرحبت خود اکوی عبدالملک گفته استودم که خودشون گفته استودم که و از بالا سیگنال گرفت، یعنی سپارش گرفت ولادیمیر سالاویوف که توجیکای تعریف کن. این خودش همون لحظه، یعنی این نشانه اون است که حکومت روسیه یگان وقت منفعت دارد است که تو نسبت تاجیکستان همون سیاست بد برد یا نسبت مردم تاجیک. اون چی که گوشش برید و چشمش کفت باید نه به اون خاطر اون کفکی و تاجیک بود، باید همون تروریست قبل همون احمقی که همون کار انجام داد باید نو بسته، باید تاجیک می بود، عرب می بود، نمیس می بود، همین کارو میکرد. تشکر. حالا بیت سوال کمی دیگر میکنیم. ببینید شما حقوق شناس هستید، شما حقوق شناس هستید و شما خوب میدونید جنایتی که کرد نسبت تروریست همون شخص دستگیر کرداش کرد، باید حتی اهمیت هم نداد از باید تاجیک. بیت حالا منتظر میشم که دادگاه چی حکم صادر میکند. خب شما بختیار جان همچه حقوق شناس نرز میدوند که نو واسه از آن که وای تروریست است، کی هست، کی قانون قانون شکن است، قانون ویران کن هست، در مقابل ویران کردن قانون مقامات حفظ حقوق حق ندارن که باز حقوق را ویران کنند. تشکر. هزار فویز شما درست گفته استاده اید، لیکن این چیزه با بارده به ملت تاجیک چسبان و این معمای پرابلم جدی که در روسیه است. البته و قانون ویرو کرد و جنایت صادر کرد همون وقتی دستگیر کردن. تشکر همصحبتان محترم. بید به وقتی برنامه کمی احترام گذاریم و سال بعدی میخوام بگذارم. برخی از کارشناسان میگوین که سفری امام علی رحمان به اروپا و از جمله به ایتالیا خشم مسکو را برانگیخته است و برای همین مهاجران تاجیک را عذاب آزار میدهد. به نظر شما محترم عبدالملک چنین نظر صحت دارد؟ مرحمت. من راستی من فکر نکنم که این همه آنچه که تاجیکستان مناسبت خودش با کشورهای اروپایی یا که با کشورهای غربی خوب کرده استاده است، یعنی که دیگر خیلی رفتار کرده استاده است نسبت به آنکه با روسیه رفتار میکنند، این سببی اساسی باشد برای رخ دادن این همه بی‌عدالتی ها نسبت به مردم تاجیک. شاید که یکی از هدف های خیلی دوری این حادثه ها مایل کردن تاجیکستان با همون محوری روسیه باشد شاید که، ولی بازم تاکید میکنم که سبب اصلی این سفید کردن خود در چشم مردم روس، بخصوص در چشم همون یک گروهی ملتگرایان روس که امروز خیلی هم زیاد آواز بلند میکند، بخصوص در چشم اونها است. تشکر. بختیار نصرالله شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحبا. قریب که با آقای عبدالملک هم فکرم، لیکن یک مسئله هیچ وقت اصلا نوبسته از معماها از ساختار کروپسیونی دیکتاتوری که در فدراسیون روسیه است در سیاست خارجی از شخصا سیاست پوتین دیگر است. روسیه منفعت دار است که امروز روسیه منفعت دار است که تاجیکستان بیشتر با ممالک غرب و امریکای دیگر همکاری های زیست داشته باشد، این به منفعت روسیه امروز است.
این طرف های آسیای میانه اینا دروازه است برای روسیه. چقدر روسیه میگذارد زید میبرامده است که تاجیکستان با دولت های اروپا همکاری نکنه؟ تشکر. و حالا بیاید به قسمت دیگری برنامه شما را دعوت میکنم. بعد رفتاری به مهاجران تاجیک در روسیه حالا یکی از موضوعهای خوب اساسی صحبت در بین مردم در تاجیکستان است و همکاران ما در دوشنبه از چند راه گذر در باری همین مسئله پرسیدن و با هم میبینیم و باز برمیگردیم. مرحبا. من اول میگم لودارم فقط برای چی نیست شن میدونی سیجا این فهمیدن که راه مختم ای دام تلفن رو نشون میدم از یا تو چی سوز شد با چون برام نخویی نه اما جو مقصد بشن پس نه با چوی منم باید جو پسر شما را مهاجرت میرن هر سال خیلی دیوز تنج نیستم دیگه جو میرم سر کورت هدیه نمیدونم یا سه چونش کورت هدیه تنج نمیدونم در بعد یک خبر و خواتر نیستین؟ خیلی چی خواتر؟ خواتر شد میگه خیلی بیان میگه اولی تا تروازیت تیمستان شد نبید خیلی خود شما بستگی که کروی به چی میکنند نسبت ریسو خدا سکر کن فید دفتر و یو در گپوی کند هر خیلی کروی نور شویا میکنند اما نه همشان این کارو میکنند که یک دو نفر شون شده خیلی یک نگو کرکین شد دیگه همشا چی میکنند تو اچھا میں نہ رہا میں اچھا نماز کا اس طرح نہیں تھا ابھی رام دل نہیں گیا ہم اس تین چار سب لوگ تھا کون کا نہیں گیا یا گون نہ ویٹ نہ ایک کا ڈاکمن دور رہا نہ ڈاکمن پھر ہم اس تین جان وا کون کا پیس نہ اول نہ گستا مدا کہ مسول مولا رحم تی انا می چان سو ات گرا سنس نیا دکا اور یہ سیاد کا نام شاب خاطرم تمام میکنی به اون قامت میتام چی دا کہ تکنیک قامت میتام چی دا کولا سیرختان دکا خوش دارم وطن رو میکنم طلاق میگیریم نصیب باشم طرف اروپا بچه ها میدفتن مهنت میکردن با پلی حلال میومدن زندگیشون نمیبودن ولی کم میروان شد نمیروان اکو همین اویانده شد شما چخل میبینه یکی چی میبینه؟ اویانده شد شد رو نقل میشود نقل میشود برای که ما هم به رسیه نمیشه رسیه هم به ما هم نمیتونم نه فکر کنم دیگه اساس شکل کفر رایی جنا میکنم اینجا نقطه شده گیرم فقط رسیه رسیه میگم یک اودم کفر میکنم اگه همجا هم کفر هست کفر همجا هم شده رایی نکی چلی که اوز یوشوی مو همه اون نقطه شده گیرم فقط رسیه کفر میکنم اگه که سوی دروم اگه کفر نمیکنم سوی میرا بر کفر میکنم چه بزن تینه کفر در همجا های رسیه را ممکن میشو بشوار و این را تماشا کردیم و حالا میخوام که نظری هر دوی شما را درباره این گفته های ساکنان بدانم و خیلی خوش میکنم فشرده صحبت کنی وقت ما خیلی کوتاه است. خب واقعا هم فکرهای جالب بودن در این پرسیش های سری راهی و من از خودم یک چی ایلوه کردنی هستم که من یک جانم در مسکو کار میکنم شرکت خودش دارد با کار میکنم و پرسان شده بودم که چی حال داری اونم یک گپی خوب گفت اگر من من قایده های ویران نکنم، من سر لباس درست پوشم، من زبان روسی خوب داشتگی باشم، من رفتار خوب کنم، همون نفرهایی که در گرد و اطراف من هستند، اونها منم میشناسند و مناسبتشان تغییر ندادند. فقط یک چی خواهش کردند، همون بقیلی که اوچسکای آمده بود و خواهش کرده بود که من تو میشناسم، من تو میدونم تو گناهکار نیستی، ولی یک مدت تو باید که خودت کمتر احتیاط کنی، کمتر به معرض آن برایی و مهمتر از همه که به خانهاتون پول روان نکن گفته. من نمیدونم که برای چی باشد این سبب باشد، ولی این بود. و اون از اون صحبت هایی که اینجا شده گذشت، من یک نقطه شده همون گفته که وی مردم گفت که تاجیکستان به روسیه نمیتواند، روسیه به تاجیکستان نمیتواند و این همه امروز پگاه حال خودش میابد و همه چیز باز به حالت پیشین برمیگردد. با همون فکری وی مرد من راضی هستم. تشکر. بله بختیار مسئله خواهش میکنم نظر شما مرحمه. خیلی کوتاه خواهش میکنم. ها اول با فکری اکوی عبدالی من پر راضی هستم. تویو همون پرسیش های سری روحی پورا گفته های پیشتری من تصدیق کردند. اگر اهمیتی اون آنهایی که پرسیدند که خیش و تبار و فرزنداشون در روسیه است میگن وضعیت آرام است یا مشکلی نیست، فقط یک بچه گفت که
این پتنت هم باشد از اون بدن او دوشنبه استاد قبض است رفت است نرفت است خدا میداند. لیکن اون مردمی که بیوسته در همونجا فرزندشون و خیش تبارشون نزدیکشون گفته ایستن که ما با تلفن قبض میزنیم وضعیت آروم است یکا مشکلی نیست. همه گفته ای من همه وای ما در همین وسایط اخباری عامه و همین شبکه های اینترنتی تمام در مسکو وضعیت آروم است خیلی تشکر. تشکر. و حالا به پایان برنامه میرسیم و با یک سوال دیگر قبل از خاتمه به شما میخوام مراجعت کنم، یعنی حکومت تاجیکستان چیکار باید کند که تا مناسبت با شهروندانش در روسیه تغییر یابد و آنگونه که خود مهاجران میگویند دیگر خاره و زاره نکشند؟ خیلی خواهش میکنم خیلی کوتاه محترم بختیار نصرالله شما چی میگویید؟ من گوه میکنم در خصوصی که ترتیبی که سوالمونه که گویا که در روسیه ما خاره زاره میکشیم این تماما نادرست است، لیکن حد درست باید که تاجیکستان چاره ها بیند که مردمش اکثر در خود تاجیکستان باشد و در مهاجرت دو بسته خود در روسیه خود در دیگر دولت خیلی کم باشد. چیکار کند؟ باید برنامه های اقتصادی و رشد صنعت بیشتر فعال کند، درست کند که کارخانه های بیشتر شده شد. یعنی امکانیتی شرایطی صاحب کاری دیگر باید بله تشکر بهتر و عبدالملک قادیروف نظر شما خواهش میکنم خیلی فشرده. خب اونچه که بختیار گفتن که در خود تاجیکستان باید که جایهای کاری زیاد تاسیس داده شود من با این 100% راضی هستم، ولی فکر میکنم که بغیر از اون که در خود تاجیکستان باید جایهای کاری زیاد تاسیس داده شود باید در تاجیکستان یک وزارتی مخصوص برای مهاجرت مهنتی، وزارت مهاجرت مهنتی تاسیس داده شود که با تمام مشکلات مهاجران مهنتی سر و کار گیرد. چون شروع کردن از تیار کردن اونها در خود تاجیکستان، بعدا رفتن به اون آموزاندن اونها از بله. پایده های بودوباش در دیگر کشورها، دادن تخصص های ضروری برای اونجا گرفتن بنقشه گرفتن مهاجرت به کشورها و دیگر سمت های گوناگون مهاجرت مهنتی را پیدا کردن، همه اینها باید که حکومت تاجیکستان این را این رو به دست خود گیرد و بالای این باید که در روسیه هم دیپلمات های تاجیک باید که از خیلی موقع استوار داشته باشند. تشکر خواهش میکنم خیلی خلاصه خواهش میکنم وقتم خیلی محدود است خواهش میکنم و تشکر زیاد. اینجا به پایان برنامه گپی آزاد رسیدیم و مهمانان ما عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی و بختیار نصرالله حقوقدان تاجیک بودن. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون. اگر نظر و پیشنهاد یا سوالی دارید زیر این برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه آینده خدا نگهدار.